از رهبر بود. در پی انفجار بمب در مهر شصت فرا رسیده است. اگرچه ترورهای منافقین و فشارهای صدام و امریکا همچنان ادامه دارد، اما حذف لیبرال ها از معادلات قدرت که با عزل و فرار بنی سعد تقریبا کامل شده است، نگاه به جنگ را دچار تحولات عمیقی می کند و نوعی استراتژی متکی بر حضور نیروهای مؤمن و انقلابی عملا جایگزین نگاه کلاسیک و متکی بر ابزار می شود. چهارم مهر ماه رادیو اسرائیل به نقل از هفته‌نامه آمریکایی US News and World Report اعلام می کند دولت مردان متعصب ایران ضعیفتر از آن هستند که عراقی ها را از خاک خود برانند و تنها راه پایان یافتن جنگ ایران و عراق سقوط رژیم جنگ زده آیت الله خمینی است. درست یک روز بعد از تحلیل رادیو اسرائیل درباره ناتوانی ملت ایران در دفاع از خاک خود، یک خبر امام و ملت رو شاد و سرحال می کنه. شکست محاصره آبادان که امام از 9 ماه قبل بر اون تاکید میکرد، امروز 5 مهر 1360 تحقق یافت. امام خمینی ساعتی قبل در پیامی از رزمندگان دلاور و فرماندهان با تدبیر جنگ تجلیل کرد و وحدت ارتش و سپاه را عامل مهمی در پیروزی عملیات سامن الائمه دانست. عملیات سامن الائمه در تاریخ دفاع مقدس نقطه عطف تغییر استراتژی و ورود به مرحله دوم جنگ، یعنی هجوم به دشمن لقب می گیرد. عملیات 5 مهر بود. ما توی بیمارستان امام مستقر بودیم. تعداد امدادگرا کم، مجروحین زیاد بود. بعد علاوه بر اینا ما مجروحین عراقی هم داشتیم، اسرای عراقی که مجروح شده بودن. فرماندهان نظامی 2 روز بعد به جنبندی عملیات میپردازند. توجیه بودن همه فرماندهان تا رده دسته، حمله شبانه، غافلگیری و سرعت عمل و تک پشتیبانی و فریبنده از جمله نقاط قوت عملیات است. در مقابل عدم تغییر و انهدام دشمن در غرب کارون، نقطه ضعف اصلی عملیات سامن الائمه ارزیابی میشود. چند نفر از فرماندهان و مسئولان جنگ امروز در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای C-130 به شهادت میرسند. امام در پیامی از سرلشکر فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش، سرتیپ فکوری فرمانده نیروی هوایی، سرتیپ نامجو وزیر دفاع، کلاهپوز جانشین فرمانده سپاه و محمد جهان آرا فرمانده شجاع سپاه خرمشهر تجلیل میکند. عراق باید متوجه بشه که با کشوری روبرو هست که قوی تر از هر زمان در تاریخ حیاتش و با مردم روبروست که مصمم هستند از دستاورده انقلابشون پاسداری بکنند. حافظ انقلاب بعد از روحانیت سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نه تنها حربش اصل است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود ابتدا روحانی و طلبه است که بعد سلاحی در دست گرفته است. با توجه به انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری و رأی 95% مردم به آیت الله خامنه ای، امام امروز 21 مهر 60 آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را به نمایندگی خود در شورای عالی دفاع منصوب می کند. ریاست این شورا بر عهده آیت الله خامنه ای است. چند ساعتی قبل از شروع حمله است از برادران فرماندهان نظامی که در اینجا حضور دارن، ازشون میخوایم که اگر کلامی دارن برای شما بینندگان عزیز و ملت قهرمان ایران بیان کنن. به حول خدا اولین درس از سلسله درس‌های محرم را امشب آغاز میکنیم و پیروزی از آن ماست. بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین. از رشید به کلیه واحدها، از رشید به کلیه واحدها، یا حسین، یا حسین، کلیه واحدها، یا حسین، یا حسین.
دوم آذر ماه ایران بار دیگر از شور ایمان و پیروزی لبریز می شود. خبرهای دریافتی از جبهه ها حاکی است عملیات طریق القدس که از دیشب در محور سوسنگرد بستان آغاز شده به خوبی پیش می رود. ساعت 12:30 دیشب عملیات رو با توکل بر خدا و یاد امام حسین شروع کردیم و الحمدلله مکنون که تا ساعت 11 طول کشید تونستیم اولین مرحله تر رو با موفقیت کامل و 100% به پایان برسانیم. عملیات ما شب گذشته انجام شروع شد و بیاری خداوند بزرگ تا این لحظه از موفقیت چشمگیر ما برخوردار بودیم. زمین بخش قابل توجهی از منطقه عملیاتی طریق القدس پوشیده از رمل و شنه. مهمترین مسئله‌ای که ذهن فرماندهان رو روزها درگیر خودش کرده بود چگونگی عبور از این رمل‌های شناور بود. اما یک نوآوری و یک تاکتیک کاملا مبتکرانه و بدی این مشکل رو حل کرد. تاکتیک ویژه عملیات طریق القدس عبور از مناطق رملی و دور زدن نیروهای دشمن است که به عنوان یک نوآوری و ابتکار عملیات طریق القدس را از ذریب غافلگیری قابل توجهی برخوردار می‌کند. عبور از مناطق سرکش رملی در پرتو احداث جاده‌ای 15 تا 20 کیلومتری امکان پذیر می‌شود که جهاد سازندگی استان سمنان در میان ناباوری فرماندهان و مسئولان جنگ آن را پنهان از چشم نظامیان عراقی احداث می‌کند و فصل تازه‌ای در عرصه ابتکارات دفاعی می‌گشاید. عملیات طریق القدس به علت آتش سنگین و پاتک‌های شدید عراقی‌ها در محور جنوب و محور دهلاویه گره می‌خورد. در اطراف پل صابره نیز نبردهای سنگینی در می‌گیرد. نظامیان عراقی با وجود سرسختی چاره‌ای جز پذیرش شکست ندارند. سوسنگرد از زیر آتش دشمن رها و شهر بستان آزاد می‌شود و رزمندگان در یک نقطه به مرز می‌رسند. در حوالی ساعت 4 صبح فرمانده این تیپ قهرمان سرکار سرهنگ زرهی ستاد هوشنگ بهرامی به من با خوشحالی اعلام کرد که ما از شهر بستان رد شدیم و اولین واحد ما خط مواصلاتی شمال و جنوب ارتش مزدور بعثی عراق رو قطع کرد و مطلقاً واحدهای شمال و جنوبی عراق در منطقه خوزستان دیگه به هیچ وجه با هم ارتباط ندارن. راهی که الان با برادر رو برخورد کردیم راه بستانه، راهی که در اشغال دشمن مزدور صدام بوده، راهی بوده که ارتباطمون با جبهه شمالی خوزستان قطع کرده بود. خوشبختانه و با کمال مسرت اعلام میکنیم که راه تدارکاتی و ارتباط دو جبهه عمده‌ای در خوزستان از قطع شده.